بازار بزرگ تهران یکی از جذابترین نقاط پرتعدد پایتخته که گشت و گذار در اون مثل یک سفر پرماجرا و هیجان انگیزه. به قول معروف هم فالو و هم تماشا. در ابتدای مسیر پرماجرامون یه سری به کوچکترین قهوه خونه دنیا میزنیم. بهتر قصه این قهوه خونه قدیمی رو از زبون خود هاش کاظم بشنویم. از کجا اومدیم؟ ما از کجا رو اومدیم پیشتون؟ خوش اومدید. سلامت باشید. سلام. سودی 5 سال سابقه داره. بچه تیم شما قبلا اومدن اینجا. این چه سبک میراث فرهنگی تو کتاب نور تنلب، یعنی تنهاترین کره خاکی. اسم اینجا بعد از کافی گلستان اومدی که برید بازدید. توریست هایی که قبلا اومدن اینجا رفتن کشور خودشون، بالاخره راجع به سفر به ایران با دوستانشون صحبت کردن، از مهمون نوازی ایرانی ها گفتن و این گیفتم من بهشون میدم. البته این گرونتر از پول چاییه که اینا به من میدن. همین هم موجب شده که اونا میان کاخ گلستان رو ببینن، میان قهوه خونه ما رو ببینن. خیلی ها بازار تهران رو به غذاخوری ها و رستوران قدیمیش میشناسن. رستوران مسلم یکی از همین رستوران های معروف سنتی تهرانه که در محوطه اصلی بازار قرار گرفته. کمتر کسی پیدا میشه که به بازار تهران اومده و سراغی از رستوران شلوغ مسلم نگرفته باشه. این تحچین خوشمزه رو ببینید. واقعا میشه ازش گذشت؟ مثل اغلب بازارهای قدیمی ایران، بازار تهران هم با همه شلوغیش آرامش دلچسبی رو در کنار معماری اصیل و زیباش داره. حجره‌های فرش فروشی هم یکی از همین فضاهای آروم و زیبای بازاره. تو هر گوشه و کنار این حجره ها کلی فرش زیبا با طرح‌های جذابه که دیدنشون آدم رو سر ذوق میاره. روبروی یکی از ورودی‌های کاخ گلستان کوچه‌ای وجود داره که به کوچه مروی مشهوره. کوچه مروی رو به فلافل مروی می‌شناسن. اولین و قدیمی‌ترین فلافلی تهران
که مشتریای مخصوص خودشو داره. بازار مروی یه جای خیلی بزرگ و پر از اجناس متنوع و جور با جوره. انتهای این بازارم به یه جای مهم دیگه ختم میشه. بازارچه اوتلاجان. اودلاجان از قدیمی ترین محله‌های تهرانه که بخشی از اون بعد از بازسازی به بازارچه سنتی صنایع دستی تبدیل شده. حتی اگه قصد خریدم نداشته باشید، تماشای دالان‌های تو در تو، حجره‌های قدیمی و جزئیات معماری چشم نواز بازار ساعت‌ها میتونه سرگرم کننده باشه. در انتهای بازارچه اودلاجان به تیمچه اکبریان میرسیم، جایی که ساختمونش در واقع اولین بانک در ایران بوده. فضای داخل این ساختمون بازسازی شده و الان یه سفره‌خونه سنتیه. بازار تهران یه مکان مهم فرهنگی دیگه هم داره که قدمتش به زمان احمدشاه قاجار میرسه. اسمش هم از کتاب فروشی اسلامیه. گشت و گذار در گوشه و کنار بازار بزرگ و زیبای تهران در یک سفر کوتاه به پایان نمیرسه. پس بازم به سراغ این مکان دوست داشتنی برمیگرد.